داستانی کل تاجیکستان روز 2 ایول در یک اطلاعیه از جانب این نیاد تحت تفتیش دیگرباره قرار گرفتن پرونده از جرات های سرشمار خلنده و برنده به هلاکت رسیدن ساکن نویه فیض آباد عبدالامینزاده منوره عبدالفتاح را تصدیق کرد و گفت این جوانزن مادر سه فرزند خودکشی کرده است. داستانی گفت این حادثه بر اساس قسم یکم ماده 109 کدکس جنایتی تاجیکستان با اتهام به خودکشی رسانیدن تفتیش شده ایستاده است. این در حالی است که عبدالفتاح میساقوف پدر منوره اصرار می‌ورزد که دخترش را کشتند. او از جمله وجود 26 زخم کار در بدن منوره را دلیل می‌آورد و می‌گوید یک انسان نمی‌تواند به بدن خودش 26 ضربه کار بزند. داستانی کل در شهر این پرونده می‌نویسد تفتیش پیشکی معین کرد که 22 ایونی سال 2021 ساعت 17:10 دقیقه در نویه فیض آباد بنابر معامله بهرمانه نزدیکان با استفاده از کارد آشخانگی به موضع گردن و شکم خود ضربه های خلنده و برنده زده آن سبب خونروی شدید گردیده است. بعد 25-30 دقیقه میساقوف که در روبروی عبدالمعینزاده در حجره دهم زندگی میکرد با دیگر امسایه ها او را در حالت بیوشی دریافت کرده است. میساقوف برادر و خواهر عبدالمعینزاده را دعوت کرده با کمک آنها و دختران یاری تعجیلی بعد 10-15 دقیقه نامبرده را به بیمارخانه مرکزی نویه فیض آباد دسترس کردند. با وجود اندیشیدن کمک اولیه طبی عبدالمعینزاده بنابر خونروی زیاد فوتید است. داستانی کل می افزوید که بعد مرگ منوره پدرش میساقوف عبدالفتاح از فدراسیه روسیه آمده بنابر در بدن دخترش عبدالمعینزاده جای داشتن جراحات های سرشمار خواستار تحقیق فرضیه کشتار او شده است. ولی میگوید داستانی کل عین حال با گذرانیدن عملهای زیاد تفتیشاتی و اکسپرتیزهای سودی گوناگون معین کرده شده است که سبب مرگ عبدالمعینزاده خونروی از سه جراحات خلنده و برنده در موضع گردن و شکم برداشته او گشته است. از منوره عبدالفتاح سه فرزند یتیم ماند. زمان مرگ او شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشت. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی یا قصد خودکشی ثبت می شود. بیشتر از نصف قربانی های خودکشی و زنان و دختران بوده در برابر مشکلات اقتصادی اجتماعی، مناقشه های اویلوی و خشونت در اویله از سبب های عمده خودکشی ها در تاجیکستان نام برده می شود.